آقای نورس متاسفم، شما ممنوع خروج هستید، نمیتونید ایران رو ترک کنید. من؟ بله، رابرت نورس، متولد 1943، تبعه ایالات متحده آمریکا. شما نمیتونید چرا این کارو بکنید؟ دیماه 1339. همه چیز از اینجا شروع شد. کندی که به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شده، دولت‌های تحت الحمایه خود را مجبور به اصلاحات مد نظر خود می‌کند. اردیبهشت 1340، امینی نخست وزیر پهلوی می‌شود. امینی نخست وزیر وقت، مأمور به اجرای دو طرح مورد نظر آمریکا در ایران است. اول انجمنهای ایالتی و ولایتی که تمام و کمال انجام می‌دهد و دومی کاپیتالاسیون که حتی دست امینی هم برای امضایش می‌لرزد، چرا که از آثار حقارتبار آن مطلع است و نمی‌خواهد نامش در تاریخ با ننگ این امضا و تحقیر ایران و ایرانی ثبت شود. شاه متوجه می‌شود و او را برکنار می‌کند. تیر ماه 41، علم پیشنهاد آمریکایی را با کمال میل اجرا می کند. اسدالله علم نخست وزیر و امیر فندرسکی معاون وزیر خارجه وقت لایحه را به مجلس سنا می برند. کاپیتالاسیون ساعت 12 نیمه شب در جلسه فوق‌العاده، در حالی که نمایندگان خسته و خوابالود بودند، تصویب می شود. ساعت به وقت آمریکا صبح است. 21 مهر 1343، حسن علی منصور. منصور نخست وزیر وقت در مرحله آخر تصویب کاپیتالاسیون اطمینان می‌دهد مزایای این لایحه برای آمریکایی‌ها دقیقاً همانی است که برای سایر مستشاران خارجی در نظر گرفته شده. اما منصور دروغ گفته بود، به چند دلیل. اول اینکه تمامی مستشاران آمریکایی در ساعات غیر از فعالیت هم مشمول قانون منع تعقیبات کیفری و حتی اداری می‌شوند. دوم، خانواده مستشاران هم تمام وقت مسئولیت قضایی می‌یابند. و سوم اینکه حتی اگر یک افسر آمریکایی به عمد نیز یک شهروند ایرانی را مضروب و یا حتی بکشد، دادگاه‌های ایران توانایی محاکمه مستشار آمریکایی را ندارند. در نهایت این قانون در 25 مهر 1343 به تصویب می‌رسد و مستشاران آمریکایی آزادی هر کاری را در ایران به دست می‌آورند. امام که از ماها قبل ماجرا را به دقت پیگیر است، در یکی از نخستین روزهای آبان 43 اندوهناک و خشمگین از تحقیر ایرانی در قم سخنرانی می‌کند. و حرف راهبردی امام خمینی رحمت الله علیه که تاریخ در همه دهه‌های بعد نیز درستی و استحکام آن را تأیید می‌کند. تمام گرفتاری ما از این آمریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از اسرائیل آمده آمریکا. این وزرای آمده آمریکا هستند، این وزرا آمده آمریکا هستند. همه خیلی اونها اگر نیستن چرا نیستن در مقابل isolated priests with whom I had to take some strong measures. این حال که شاه فرستاد که شما با امریکا چیز نکنید، مخالفت نکنید و به من هر چی خواهید میخواهید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون امریکاست. تقریباً 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کاپیتالاسیون یا همان مسئولیت قضایی آمریکایی‌ها توسط دولت موقت لغو می‌شود. این یعنی انقلاب اسلامی بساط آمریکایی‌ها را برمی‌چیند.
انگلستان که همیشه از نفوذ روسیه در کشورهای تحت سلطه خودش میترسید، توافقی را برای مقابله با این نفوذ بین کشورهای ایران، ترکیه، عراق و افغانستان شکل داد. این توافق که سعدآباد نام داشت، به امضای رضا شاه از ایران، آتاتورک از ترکیه، ظاهر شاه از افغانستان و ملک غازی اول از عراق رسید. یکی از اهداف این قرارداد رفع اختلافات مرزی کشورهای عضو بود. در نتیجه این پیمان زمین‌های زیادی از ایران جدا شد که یکی از اونها دشت ناامید نام داشت. این زمین‌ها نسب اصلی رودخانه هیرمند بودند. بعد از این توافق قرار بر این شد که آب رودخانه هیرمند به طور مساوی بین ایران و افغانستان تقسیم بشه. اما افغانستان هیچ وقت به این توافق پایبند نبود. در نتیجه بعدها مذاکراتی بین امیرعباس هویدا، نخست وزیر ایران و موسی شفیق، نخست وزیر افغانستان انجام شد. قرار بر این شد که سالانه نزدیک 820 میلیون متر مکعب از آب رودخانه هیرمند به ایران برسه، یعنی چیزی کمتر از 15%. و اینطور بود که رضا شاه به دستور انگلیس ابتدا 50% و سپس محمد رضای پهلوی از 85% از حقابه ایران گذشتند. اما زمانی که مصب یه رودخونه از دست بره و روش سد ساخته بشه، دیگه گرفتن همینقدر حقابه هم ازش تقریبا غیر ممکنه. تا قبل از دهه 80 و به دلیل تسلط طالبان بر بالادست این رودخونه، حقابه ایران تامین نمی‌شد. This morning, soldiers from this company are back out on patrol in the Kajaki area, continuing their task of reassurance and pushing the Taliban back from the strategic location of Kajaki and the Kajaki Dam. اما بعد از تهاجم اتحاد غربی و آزادسازی بالادست رودخانه هیرمند و سد کجکی، باز حقابه ایران تامین نشد. در سالهای اخیر افغانستان خوشسالی در این کشور رو بهونه کرده و از تحویل حقابه رودخانه هیرمند امتناع میکنه. At least 9 provinces have been hit by drought, with a quarter of a million people in western Afghanistan displaced by the chronic shortage of water. Many have set up home in Herat, another western province in Afghanistan.